سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. همزمان با اوضاع سوریه، اوضاع در عراق نیز ناآرام است. داعش مناطق تازه‌ای را زیر نفوذ و سلطه خود گرفته است. این در حالی است که انگشت اتهام در این زمینه متوجه دولت‌های مختلف در منطقه و نیز انتقاد متوجه سیاست خارجی آمریکا به ویژه در عرصه خاورمیانه شده است. داعش در شهرهای زیر سلطه خود ده‌ها شیعه را به قتل رسانده است. ناظران نگران آن هستند که ابعاد اختلافات مسلحانه میان شیعیان و اهل سنت در عراق افزایش یابد و به مناطق دیگری غیر از عراق نیز کشانده شود. نوری المالکی نخست وزیر عراق بسیجی عمومی برای شیعیان اعلام کرده است. گروهی از شیعیان مسلح شدند و بخشی از ارتش عراق شیعیان این کشور را آموزش می‌دهد. این در حالی است که در کشورهای جنوب خلیج فارس نیز برخی از دولت مردان به طور غیر مستقیم فعالیت‌های داعش در عراق را مورد حمایت قرار دادند. در عرصه داخلی نیز اختلافات میان جناح‌های مختلف حکومت ایران همچنان رو به گسترش است و این در حالی است که مذاکرات اتمی امروز نیز به شکلی در وین دنبال می شود. با من و شما هستند در این شماره تفسیر خبر. در انگلستان آقای دکتر رضا تقی‌زاده کارشناس نفت و امور بین الملل و در واشنگتن آقای دکتر محمد برقعی نویسنده و تحلیلگر سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. سلام به شما آقای طرزاده عزیز. سلام به شما چارلنگی. سلام به آقای دکتر برقعی. خوشحال از حضور دیگه در برنامه شما. ما هم خوشحال هستیم آقای دکتر برقعی. سلام به شما. سلام بر شما و جناب دکتر طرزاده که ما خیلی علاقه داشتیم ببینیمشون که حالا فرصت شده در این برنامه شده. مگر واشنگتن میان آقای طرزاده به شما سر نمیزنن آقای برقعی؟ نه خیلیشون در اینقدر لطف نزدن. چون که به ما هم سر نمیزنن، جای نگرانی و دلخوری نیست، چون گرفتاری هاشون چی آتستر باشن. آقای تقی‌زاده عزیز، ببینید اگر بخوایم از مسائل حواشی ایران آغاز کنیم، خب مهمترین مسئله همچنان همون داعش هست. چشم‌انداز یک جنگ گسترده مذهبی در منطقه میره. در این زمینه هم صاحب نظران منطقه‌ای ابراز نظر کردن یا اظهار نظر کردن و هم کارشناسان دیگه. ریشه‌هاش هم همیشه بوده. ما میتونیم ریشه‌های این اختلافات مذهبی رو بریم تا چند صد سال پیش در منطقه جستجو کنیم. ناشی از چی میدونین آنچه رو که در عراق پیش اومده؟ آقای شالنگی، من موضوع رو نمیتونم در محدوده سالهای اخیر یا تنها منتهی به آغاز بهار عربی در کشورهای خاورمیانه ببینم. شاید ریشه این رقابت رو که حالا به افراطی‌گری اسلامی در خاورمیانه منتهی شده بایستی به انقلاب سال 79 ایران یا 57 ایران برگردون. اگر آقای خمینی و انقلاب اسلامی او رقابت شیعه و سنی رو با دادن شعار صدور انقلاب
نقطه شروعش رو آغاز نمی‌کرد یا نقطه شروعش رو کلید نمی‌زد، شاید این رقابت در شکلی که وجود داشت به صورت خفته باقی میموند. به هر حال شیعه و سنی در منطقه به نوعی با هم سازش غیر مسالمت‌آمیز داشتن، ولی اصل و بنابر سازش بود. وقتی ایشون جنگ ایران عراق رو سر داد و بعد کشورهای سنی در کنار دولت سنی آقای صدام حسین قرار گرفتن، نقطه رقابت تازه‌ای پا گرفت و بعد جمهوری اسلامی همونطور که به خوبی میدونید در لبنان برای خودش پایگاهی درست کرد و حالا این پایگاه با حضور دولت شیعه در عراق و همینطور حضور این قدرت در سوریه شکل تازه‌ای پیدا کرده. صحبت از هلال شیعی در مقابل کشورهای سنی است و وقتی این رقابت شکل میگیره بدون تردید رقابت یک نواختی نیست که عوامل عملگرا در دو طرف با هم یک مبارزه یا یک مسابقه رو ادامه بدن. در درون این گروه ها افراطی‌گری اجتناب ناپذیره و اون چیزیست که امروز ما در دنیای عرب شاهد هستیم. گروه داعش و شاخه های دیگر القاعده نمادهای افراطی‌گرایی اسلامی هستند و اینها دنباله ها و دودهای جنی هستند که با انقلاب آقای خمینی در سال 79 از شیشه خارج شدند. البته من این توضیح بدم، آقای عبدالرحمن راشد روزنامه نگار سرشناس عرب مطلبی داره که میگه باید بخوایم ریشه های مطلب رو بشکافیم. خب میتونیم این عقب تر برسیم حتی به زمان خلفای راشدین، اما در این زمینه مسئولین روز هستن مثل نوری المالکی. آقای برقعی تفسیر شما رو در این زمینه میشنویم. اون چرا که منجر به اوضاع به اصطلاح فعالیت گسترده داعش شده این فروریزی کمتر از 24 ساعت ارتش نوری المالکی، در واقع میشه گفت نه ارتش عراق، در برابر هجوم داعش شهرهایی مثل موسل در نینوا، مرکز نینوا، مهمترین استان عراق در واقع از جهتی. برحال شما این منظره رو چطور میبینید؟ تا چند داده نوری المالکی رو در این زمینه مقصر میبینید؟ من نوری المالکی رو مقصر اصلی نمیدونم. حالا من خواهم برگشت به این مسئله شیعه سنی که من اعتقاد ندارم به این شکلی که بیان شد، ولی قبل از اون چون از اون سرعت سریع گفتید من میخوام ازدرالی که بشم آدمی که یه سری سوال میکنه یا یه سری سوال ذهنی خودم مطرح میکنم. من به هیچ عنوان معتقد نیستم که این جریانی که به سرعت آمدند و گرفتند و زدند و بردند و غافلگیرانه آمدند این اصلا حرف درستی هستش. این رو رسانه های غربی برای ما گنده کردن توی مسئله. علتش هم خیلی ساده است. شما در روزگاری که مردم با تلفن و موبایل همدیگه رو ابرقدرت ها در اختیار دارن و چک میکنند، ستلایت حرکت پشه‌ها رو روی زمین میبینه، یه مرتبه لشکر یه جا جمع میشه یهو راه میفته، مثل که زمان قدیمی که شب شبیخون بزنن کسی نباشه تو قضیه. تمام این موومنت بوده، جاسوس های این کشورها در همه اینجا کار دارن روی زمین، یعنی هم ایران در اینجا جاسوس داره، هم عراق داره، هم سوریه داره، هم آمریکا داره. تمام اینها بیخبر بودن، یه مرتبه این ارتش راه افتاده اومده و چنین چیزی رو گرفته، در که چند ماه قبل موسر رفته بوده. نه، من فکر میکنم اولا باید این فرض رو برای این مبنا بگیریم که کاملا همه این با نیروهای درگیر میدونستن داره چه اتفاقی میفته، چیزی جدیدی هم نبوده. ولی اون وقت اگر اون موقع ببینیم ببینیم نقش هر کدوم چی هست. بعد حرکت غافلگیرانه یه بار اومدن نبوده، از جمله اینکه اون نکته‌ای که اشاره هم شد توافقون باشه اینکه این مجموعه آماده این تغییر بوده. همه هم میدونستن آماده این تغییره و نه فقط دابشی نمیدونست، همه میدونستن آماده این تغییر بوده. اون وقت باید برگردیم بگه چگونه بوده که آماده این تغییر بوده، ولی نه حرکت غافلگیرانه بوده نه اون مسئله. حالا بعد هم فقط من یه توضیح بدم آقای دکتر برقی، کاملا درست میفهمه. ببین حرکت غافلگیرانه نبوده، من فقط هدف صحبت شما بیشتر رسانه‌ای بوده که گفتن غافلگیرانه است.
ولی ارتش عراق در دفاع از موسد ناتوان بود و اسلحه رو زمین گذاشت در رفت. حرف شما، گزارش ها همه حکایت از این داشت. قبلا ظرف 6 ماه گذشته در انبار دیاله جاهای مختلف داعش درگیری داشتن، یعنی همه میدونستن اینو که اونجا درگیری هست و به زودی هم به جاهای دیگه کشیده میشه. یعنی بله، کار یک شبه نبود. اون چی که یک شبه اتفاق افتاد فروپاشی و گریز و فرار ارتش عراق بود از برابر هجوم داعش. بفرمایید. بله، من با تمام احترامی که برای طرزاد قائل هستم و میدونم که این مسئله مرتب در روزنامه ها تکرار میشه، من اعتقاد ندارم که آقای خمینی برعکس کسانی که بعد از ایشون اومدن که الان هم در نظام حاکم هستن و برای اهل تسنن و دیگران خیلی وقت دیگر ایجاد میکنن، ایشون به دنبال جنگی 30 ساله نبود. برای اینکه ایشون به دنبال حکومت یا نفوذ رهبریت جهان اسلام بود، نمونهش این بود که ایشون کار عجیب غریبی کردن در اون موقع و اون که مسئله خمس رو فتوا دادن که این دیگه مال خود شیعیان قدس امامان رو به اهل تسنن میشود داد، یعنی میخواستن اون موقع به فلسطین بدن. و زمان ایشون ملیس خبرگان از تهران، از بلوچستان، از ترکمنستان و از کردستان در مجلس خبرگان جا داشتن. مسئله شیعه سنی رو به این شدت به هیچ عنوان از خود اعتقادات مردم نجوشید. درسته یک اختلافی بین شیعه سنی همیشه وجود داشته، ولیکن شرایط سیاسی مثل جریان صفویه یک شرایط سیاسی رو هم غرب لازم باشید و هم کشور عربستان، سعودی و غیرزاله در رقابت با ایران شرایط سیاسی است. یک چیزی قلابی درست کردن به نام حلال شیعه و بعد گفتن شیعه و سنی میخوان همدیگر تیکه تیکه بکنن. الان هم تو عراق شیعه و سنی دارن همدیگر میبرن، در حالی که غافل هستن که در همین عراق تا قبل از این مسئله سامرا که قبر امام 11 متولی این به طور تاریخ خانواده سنی بودن نه شیعه و حدود 22% آماری که داشتیم ما ازدواج بین شیعه سنی داشتیم. در درون ارتش ایران هم که الان به صورت ایدئولوژیک معتبر شده و اهل تسنن رو انقدر زیر فشار میزنن که برای نمازشون باید برن در سفارت پاکستان، در همین جا شما در ارتش قبل از انقلاب ما شیعه و سنی ما نداشتیم، همه قاطی بودن. یعنی به صورت فرهنگی اگر ما دنبال این ریشه ای که بی‌معنی که بگردیم که بگیم به صورت فرهنگی اینها از هم متنفر بودن، آماده بودن همدیگر تیکه تیکه بکنن. بعد بریم دو تا نمونه درون کتاب بگیریم و تمام شواهد عینی را ببریم، این درست نیست. من نتیجه که میگم اینه، شرایط سیاسی نیروها رو آدمها برای سیاستمدارا میان انگ میزنن، بسیج میکنن برای منافعشون. دعوای در عراق دعوای شیعه و سنی نیست، دعوای تسلط یک گروه بر گروه دیگه منافع دیگران هست. بلا هم شیعه ها با سنی کنار، هم سنی ها با شیعه ها میدن کنار. در لبنان هم همین اتفاق بوده. این یک بساب تبلیغ بیمعنی است که گفته شده، هی هم تکرار میشه که شیعه و سنی در طول قرنها به خون هم تشنه بودن، میخواستن هم دیگر رو بکشن، حالا هم دارن تو عراق این کار میکنن. و فقط هم البته این انکار نمیکنم که همیشه یک مش آدم افراطی همه جا وجود دارن، هم در سنی ها افراطی وجود داره، هم در شیعه هایی که عمر کشون میکردن، ولی این ربطی به بدنه شیعه و سنی نداره. آقای طاهری‌زاده، تفسیر شما رو می‌شنویم. آقای خمینی اقداماتش تحریک کننده نبود، اختلافات رو دامن نمی‌زد بین اهل سنت و از کنم خدمتون شیعیان، در طول تاریخ هم مشکلات چندانی نداشتن، یعنی جنگ های ایران و عثمانی و اینا هم ریش های مذهبی و اینها نداشته. بفرمایید، تفسیر شما رو می‌شنویم. به نظر من آقای چارلنگی، آقای خمینی اقداماتش
هیچ چیز به جز تحریک نبود. اون چی که ایشون از ابتدا پیجویی میکرد تحریک جهان اسلام بود و اقداماتی کرد به وضع موجود انجام میده که آقای برقی به بخشی از اونها ضمن رد اصل استدلال اشاره کردن. وقتی ما الان دامنه این حرکت رو در دنیا میبینیم، خط جدایی اسلام خط جدایی شیعه و سنی است. شما وقتی به لبنان نگاه میکنید، شیعیان در جنوب برای خودشون خط و مرزی کشیدن و این خط و مرز در تقابل با گروه سنی، در تقابل با مسیحیان اون کشوره. تقسیم قدرت در این کشور بر مبنای خط جدایی سنی و شیعه شکل گرفته. همین خط جدایی رو ما حتی در قانون اساسی عراق هم شاهد هستیم. رئیس پارلمان رو از سنی ها، نخست وزیر رو از شیعیان و کردها رو در شمال قرار دادن. همین وضعیتی است که ما در سوریه شاهد هستیم. در عراق امروز داعش با سنی ها نمی جنگه. داعش افراطیگری اسلامی رو تبلیغ میکنه و در جایی از حمایت محلی برخورداره که سنی ها متمرکزن، در موصل، در استان جنوب شرقی نزدیک به مرز سوریه، استان انبار، نه در بصره که شیعیان در اونجا متمرکز هستند. ایران بیرق جدایی شیعه و سنی رو با انقلاب آقای خمینی آغاز کرد و این رقابت شکل گرفت و امروز بقیه دنیای اسلام در مقابل افراطیگری اسلامی تاوان این رقابت رو میدن. این رقابت در طول 34 سال شکل گرفته. در پاکستان سنی ها همدیگر رو نمیکشن، سنی ها شیعه ها رو میکشن و شیعه ها متقابلا تلافی میکنن علیه سنی ها. ما ممکن است که همینطور انکار بکنیم که رقابت سنی و شیعه در دنیای اسلام وجود نداره، ولی به هر کشور مسلمان که در اونها دو گروه سنی و شیعه هست نگاه بکنیم، از عربستان سعودی از جنوب تا یمن تا پاکستان تا سوریه تا ایران تا عراق، رقابت سنی و شیعه رو نمیتونیم انکار بکنیم. این بخشی از خط جدایی سیاسی این دو گروه هست که نقطه شروعش همونطور که عرض کردم از زمان انقلاب آقای خمینی آغاز شد و به نظر من این رقابت زمانی به انتها میرسه که مقاومت تمام بشه، یعنی دنیای شیعه رنگ سیاست اسلامی خودش رو از دست بده، جمهوری اسلامی ساقط بشه و در نتیجه بیرنگ شدن مذهب در سیاست حاکم بر ایران، در مقابلش سنی ها هم رنگ مذهب رو از سیاست تدریجا زایل بکنن. این رقابت باعث شده که القاعده رو وجود بیاد و القاعده ای که الان وجود داره صرفا سنی است. در ترکیب شما شیعه نمیبینید. الشباب که در آفریقا میجنگه شاخه دیگری از القاعده است، رنگ سنی داره. شما جیش العدل رو که در مناطق مرزی شرقی ایران فعال هستند میبینید، سنی هستند. و حالا داعش رو در عراق میبینید و در سوریه میبینید که سنی هستند. در کجا شیعه ها در ترکیب این گروه های افراطی قرار گرفتن؟ بنابراین تقابل این دو گروه تقابلی است که در استدلال ردش امکان پذیر نیست، تنها خلط مبحث است. و باز به این نتیجه گیری من اشاره میکنم، زمان این رقابت پایان خواهد یافت که نه با رفتن مالکی، با رفتن جمهوری اسلامی از ایران تقابل سیاسی سنی و شیعه به نوعی به پایان برسه. تفسیر شما رو بیشتر این باشه به این که گفتید، شما آقای برقی عزیز اشاره کردید که این بازی های دولت ها و حکومت هایی است که دنبال منافعی هستن یا هدف هایی دارن و رنگ و بوی مذهبی هم نداره، یا اونها زدن یا هر چه کرد. تفسیر شما رو میشنیم و کیا هستن این حکومت های زینف در این اوضاع احوال؟ اجازه من اینجا فقط یه روزی رو هم با این پاسو خواهم داد. کردستان سنی و شیعه یه خط دیگه است و جدایی کردستان در بحث بر سر کردستان مستقل که این همه سال رو قومیته، یعنی دعوای اگر شیعه و سنی نباشه دعوای قومیت خواهد بود. در افغانستان مقدار نیروهای سنی که من رو فقط اینجا ببخشید جناب چالنگی، جناب برقی، من منظورم از کردستان وقتی اشکاله کردم من اشتباه کردم، منظور بلوچستان بود، یعنی گروه جیش العدلی که در بلوچستان می‌جنگن. نه من عراق بود، من رو ببخشید. بله متوجه اون هستم. در
کردستان عراق عرض کردم، اینجا هویت قومی اومده جای هویت دینی رو گرفته. یعنی اگه دینی هم نباشه، زمان صدام که دینی نبود که تو مسئله، دعوای قومیت مطرح میشه. در داخل ایران ما هم دعوای قومیت داشتیم و مثلا فرض کنیم که بخشای از ایران که با دولت مرکزی درگیری‌های داشتن، اینا هیچ کنون سر دین نبوده تو مسئله. ببینید، مسئله اینه که منافع سیاسی ایجاد میشه و این منافع سیاسی میاد استفاده میکنه از چیزهایی که در زمینه وجود داره، یا قومیت وجود داره یا مذهب وجود داره. این نیست که یکی شعب ببره یکی دیگه پیش نمیاد. ریشه رو باید اونجا یافت، انگیزه اونجاست. عربستان سعودی و ایران با هم رقابت در منطقه دارن. اگر این رقابت رو دارن، جنگ شیعه سنی داشت بندازن شیعه سنی بشه، نشن قومیت میدازن. در خود سوریه اخیراً گروهی که بسیج شد که با داغش و قرزار جنگیدن بیرون کردن، سنی ها بودن. این نبود که فقط شیعه های مسئله بودن. سنی هایش کدوم شیعه؟ مثلا شیعه علوی در چیز در سوریه به اهل تسنن نزدیکترن تا بال ما. دو تا مسئله است. یک مسئله اینه که آیا این حرکت ناشی از اختلاف شیعه و سنی هست یا خیر؟ وضعیت جوری است که آنچه که ریشه های اختلاف است و در منطقه از دیر زمان بوده، به گفته خود شما، حکومت های دیگه میان از همینایی که تو زمینه هست استفاده میکنن. آیا این قابلیت وجود داره؟ الان این نگرانی هست در منطقه. تا موقعی که داعش در سوریه بود مشکل نبود، مشکل از این بابت نبود، وگرنه مشکلات زیاد بود. الان وارد عراق شده به این شکل، به قول خود شما زمینه مسئله فرق کرده تا اندازه، چون در عراق مسئله شیعه و سنی وجود داشته و داره. یعنی الان حکومت آقای مالکی، به تاریخش ما کار نداریم، متهم هست دقیقا از طرف اهل سنت که این حکومت، حکومت شیعیانه، حکومت ایرانه، حکومت. و این نگرانی در کشورهای خلیج فارس وجود داشته که حکومت ایران از طریق عرض کنم خدمتون عراق قصد به صورت برقراری امپراتوری شیعه رو داره. این مسائل زمینش وجود داره. پرسش این هست که الان یک همچین خطری آیا در منطقه وجود داره، برانگیخته شدن یک جنگ که اون سرش ناپیدا بین شیعیان. من یک نمونه از خبرگزاری خاورمیانه همین الان براتون میخونم. اهالی موسن، خیلی هاشون که بیرون رفته بودن برگشتن، در حال برگشتنن. یکی از اینها به اسم از کنم خدمتون آقای جمال کریم عامر بکر، دو نفر صحبت میکنن، میگه ما داریم برمیگردیم. برای اینکه تنها نگرانی ما، وضعیت ما، حکومت آقای نوری المالکی بوده و ما اصلا اینو داعش و اینا نمیدونیم، اینو یه جنبش عشایری میدونیم یا هر چیزی، و نگرانی او از حمله نیروهای حکومتی است. منظور من اینه، این زمینه در اونجا وجود داره یا نداره در عراق؟ ببینید، زمینه اصلا قبل از شیعیان و سنی ها با همدیگه بسیار عاشقانه مشروبانه همدیگه رو دوست داشتن، الان چی؟ ببینید، اولا بذارید که حالا از طنز شما بگذاریم، عاشقانه مشروبانه نیست. طبیعتا هر چقدر سطح ذهن انسان ها بازتر میشه، تفاوت ها رو آسانتر میپذیرن. وقتی که ذهن محدود هستش، تفاوت ها رو کمتر میپذیرن. یعنی من اگر اینجا هستم، مثلا رشتی رو مسخره میکنم یا کرد رو مسخره میکنم یا بلوچ رو مسخره میکنم یا سنی رو مسخره میکنم یا بهایی رو مسخره میکنم، این هر چقدر ذهن من کوچکتره، تحملم هم کمتره. بنابراین من که عرض کردم بودم در منطقه چیز در عراق، مقدار زیادی اینا با هم قاطی بودن، ولی تنگ نظر هر دو سو وجود داره. در شیعه ها هستن که عمر کشون میکنن، در اون ور هستن که میگن شیعه رو باید کش. این ولی این بدنه جامعه نیست. مسئله اینجاست، مسئله ای که من اصرار دارم که این جنگ رو شیعه و سنی نبینیم. اگر ببینیم که اختلاف سیاسی است، و وقتی که اختلاف سیاسی میبینیم، میبینیم ریشه رو باید در کجا پیدا کرد. ریشه الان جنگ شیعه و سنی نیست، ریشه الان جنگی است که آقای مالکی برای انحصار قدرت خودش این بازی رو آغاز کرده.
ضمن اینکه تلاش هم کرده اون سوی هم برای انحصار قدرت خودش داره این کار میکنه. یعنی شما دست اینجا عربستان و ایران رو میبینید، عربستان ایران هم دعواشون شیعه و سنی نیست، دعواشون بر سر تسلط در منطقه هستش. حالا اسم این زمان عثمانی و زمان صفوی، صفوی سنی و شیعه شدن، دعوای این چیزها نیست. اگر ببینیم که زمینه سیاسی هستش، ابزارش شده مذهب، میتونه ابزارش نسلیست بشه، میتونه ابزارش قومیت بشه، وقت ما میگیم سراغ اون. مالکی کارش سیاسیه که صدمه زده و بازی سیاسی که نادرست کرده است که مورد صحبت هستش، نه اینی که چون شیعه است اون ور سنیه. جمله هم به این شکل تمام کنم، شما وقتی که آمریکا وارد اونجا میشه، یک ارتش نیرومند رو منحل میکنه و این ارتش که سالها حکومت کرده، اینا رفتن خونه شون که نرفتن بشینن، خشمگینن، عصبانی هستن، دنبال هر وسیله‌ای میگردن. یه مرتبه شما ارتش صدام رو اسمش میذاری سنی؟ نه خیر، ارتش صدام که از کار برکنارش کرده، قدرتش گرفته، خونشین کرده، تحقیرش کرده، 8 سال جنگ رو جنگیده، حالا بهش گفته تو بی ارزش برو توی خونه. این به هر ابزاری تولید وسیله تولید میکنه. اگه گروه شیعه هم میومد اینو میگاد باش. بنابراین سنی رو تفسیر شما رو میشوید و باز خواهیم گشت به نقش سیاست آمریکا در بحران کنونی در منطقه یا سهم آمریکا. آقای تقی‌زاده، تفسیر شما رو می‌شنویم درباره اون چه که آقای برقی گفت. من لازم می‌دونم باز یک گریزی به مبحث قبلی بزنم پیش از اینکه وارد مسئله سیاست خارجی آمریکا در منطقه باشیم. واقعا وقتی ما صحبت می‌کنیم میگیم عربستان سعودی میخواد قدرت خودش در منطقه توسعه بده یا مالکی تمامیت خواهد، چه چیزی رو استدلال می‌کنیم؟ اگر از خودمون نپرسیم که دولت عربستان سعودی ماهیتش چیه؟ دولت عربستان سعودی اسلام وهابی رو تبلیغ میکنه، از اسلام سلفی در مصر حمایت میکنه، و آقای مالکی چه نوعی از اسلام رو تبلیغ میکنه؟ در عراق آقای مالکی اسلام شیعه رو تبلیغ میکنه، نه یک حکومت وحدت ملی رو. نتیجه گیری ساده این است که اسلام سیاسی تمامیت خواهد، هر کجا که اسلام سیاسی با هر برندی، با هر مارکی، با هر نشانی قدرت رو به دست گرفته، اون رو با بقیه آحاد اون جامعه شریک نشده، تمامیت اون رو برای خودش خواسته. ما اینو تازه ترین شکلش رو در رفتارهای آقای مرسی در مصر دیدیم و حالا در بقیه کشورهای خاورمیانه هم شاهد هستیم. در ایران شیعه ها قدرت رو به دست دارن و سنی ها 14 میلیون یا هر چی که هستن دائم نق میزنن از نداشتن حق مساوی. البته دولت اعلام میکنه که حق شما مساوی است، ولی تساوی که من حدود اون رو تعیین میکنم. در بحرین اکثریت شیعه زیر حکومت سنی هستن، هر چه فریاد میکنن آقا ما مجلس آزاد داشته باشیم، میگن مجلستون آزاده، فقط حدود انتخاب نمایندگان رو ما تعیین میکنیم. در عربستان سعودی 10% شیعه هستن، 90% سنی، و سنی ها شیعه ها رو زیر مهمیز خودشون گرفتن. در هیچ کجایی اسلام سیاسی به جز تمامیت خواهی نداشته و در اسلام همین استثنا نیست، و این قاعده رو زمانی میتونیم انتهاش رو ببینیم که رقابت از دنیای اسلام رخت ببنده، رنگ سیاسی از اسلام گرفته بشه و دولت از حکومت اسلامی جدا بشه تا این رقابت به انتها برسه. ولی در مورد آمریکا خب آقای اوباما تصور میکنه که رفتار او درست بوده، ولی میدونیم آقای اوباما یک رئیس دولت انفعالی است. در طول 6 سال گذشته این رو در موقعیت‌های مختلف اثبات کرده. من موافق مداخله نظامی آمریکا در عراق یا افغانستان نیستم، مخالف اون هم نیستم. بحثی است که ارتباطی به من نداره، مملکت من مورد تجاوز قرار نگرفته، ولی به هر حال این مداخله دارای طرفداران و مخالفانی است. ولی من قویاً در این نقطه نظر، ضمن اینکه سیاست‌های تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا رو به خصوص در خاورمیانه نمیپسندم، ولی به این نکته‌ای که او دیروز در یک نوشته مفصل بهش اشاره کرد اعتقاد دارم که اگر آقای اوباما در سوریه مداخله نظامی میکرد، هم میتونست جلوی کشتار 2000 مردم سوریه رو بگیره و هم از منهدم شدن یک کشور سبز و به هر حال منظم خاورمیانه پیشگیری بکنه و میلیون ها نفر رو از آواره شدن نجات بده، و امروز شاهد از بین رفتن
صدها میلیارد دلار سرمایه آمریکا و از بین رفتن جان هزاران سرباز آمریکایی در عراق نباشید. میراثی که حالا در عراق آمریکایی‌ها بر جا گذاشتن به علت خطا و کوتاهی که آقای اوباما در سوریه کرد از دست رفته است. آقای ورقه‌ای، نقش آمریکا، سهم آمریکا، اشاره کردین در ارتباط با عراق، واقعا کسی مثل پول برمر رو فرستادن برای اداره کشوری مثل عراق ترکیب شده، کشوری که عملا بعد از جنگ جهانی اول پدید اومد، ترکیبی از اشاعر مختلف، مذاهب گوناگون، اقوام گوناگون، شخصی به اسم پول برمر فرستاده میشه برای اداره عراق. تا چه اندازه این بحرانی که الان عراق سالیان باش روبرو هست و الان نیست، ناشی از سیاست های واشنگتن هست و منطقه کله. من اگر درصدی بخوام بدم میگم 90%، همینطوری رقم میگم. ریشه اصلی همش آمریکاست. کشورهای خاورمیانه یه فرقی با بسیاری از کشورهای دیگر دنیا دارن، ببیشه با اروپا دارن. این کشورها یک دست نیستن، اقوام در طول تاریخ با هم در هم تنیده شدن. بعضی از کشورهای هند هم این حالت داره، ولی مثلا انگلستان فرسکان اینجور نیست، فرانسه این شکلی نیست، سوئد اینجور نیست، این مجموعی نیستش. در ما اقوام در هم تنیده هستن، در طول زمان هم یاد گرفتن چگونه کنار هم زیست کنن. وقتی که نیروی خارجی میاد و این مجموعه رو به هم میریزه، به قول معروف هنوز چاله رو نکنده منا رو میدوزه، حاصلش چنین اتفاقی در اینجا اتفاق میفته. الان آیت اقزاده فهمدن ای کاش در سوریه دخالت میکرد، مثل این که در عراق دخالت کرد قضیه هر شد کاره میداد، تو سوریه دخالت میکرد هر میشد. دخالت خارجی، سرکوب خارجی هیچگاهی نتیجه نمیده تو مسئله، به خصوص در منطقه خاورمیانه هیچ نتیجه رو تو این مسئله نمیده. تو چیز در عراق رو اومدن حمله کردن، تمام ساختار عراق رو به هم ریختن، تمام ارتشش رو، هر کسی رو که میگفتن در نظام تکریتی بوده، هر کی در هر ادارات بوده بیرون میکرده. مگر میشده نظام صدام حسین وقتی کار میکرده این همه کارمند اداره داشته، تمام اینا رو بعدشون بیرون کرده، هر کی جزء حزب صدام بوده باید بره. مگر میشه نصف جمعیت همه این مجموعه رو میچرخوندن؟ اینه، جامعه رو به هم ریختید. حالا که جامعه رو به هم ریختید، این اصطلاح من بگم تمامش کنم، دیدیم میگن اصطلاح که ما میگن کافر به هم ریخته، کافر که به هم ریزن که توی کافر دو نفر که دعوا میکنن دیگه بعد از 5 دقیقه دیگه معلوم نیست کی با کی دعوا میکنه. یک مسئله عجیب و غریبی اتفاق افتاده و اینا قرب برای این که از این مسئولیتش بگریزه دوباره یک شرق وحشی نشون میده که آدم ها تیکه تیکه دارن همدیگر میکنن. یک اونش انسان متمدن در اینجا وجود دارن که این انسان متمدن مانع این میخوان بشن چیکار کنم، اونا عقلشون نمیرسه و الان ما میخواستیم بهشون نجاتشون بدیم، اینا لیاقتشون بیشتر از این نیست. این تصویریست که داده میشه. البته دخالت نظامی آمریکا در جنگ دوم جهانی و فرانسه و این ورمورا رو به نفع اون ملت رو تموم شد. من ارکان شرایط رو عرض کردم، اروپا رو اصلا با منطقه ما قرض کنید. من فقط یک توضیح کوچیک بدم که قبل از انقلاب 1357 هرچند بین ایران و عراق تنش‌های وجود داشت، در دهه 1348-49 ایرانی و تنش‌های بالا پایین داشت، بعد قرارداد الجزایر و همه اینا، اما طی سالها، حتی همون سالهایی هم که تنش وجود داشت، در اطراف شط العرب، چه بخش عراق و چه بخش ایران، یعنی روستاهایی مثل مال عراق مثل سیبه که نزدیک آبادان میشد یا نزدیک از اون ور به قصبه و منیوهی میخود، یا بالاتر روستاهای جنب بصره نزدیک تصفیه‌خونه و بصره که به جزیره مینو میخورد نزدیکای خرمشهر، حتی فامیل بود، یعنی عروسی شبا گاهی بلم سوار میشدن میرفتن اون ور عراق، اون ده اون وری مینشستن با هم دیگه قهوه و چای میخوردن و شام یه چیز عروسی و اینها. یعنی شاید داشت میرفت داستانها به سمتی که هیچ اختلافاتی، کم کم اون اختلافات مذهبی اینا کم رنگ و کم رنگ تر میشد در اون زمان. من چون خودم شاهد بودم در اونجا،
یعنی بودم در اونجا که این اتفاقات رو مثلا میدیدم. من یک دوره خدمت ژاندارمری من مرزبانی بود، اینجا رو گاهی سرکشی میکردم. برحال آقای طرزاده، تفسیر شما رو میشنم در این زمینه، نقش و سهم آمریکا چقدر میتونست مثبت باشه، چقدر منفی بوده در وضعیت موجود، آنچه که بهار عربی خونده شده، یا به قول یک طنزنویس مصری گفت، همون که ما میگیم بهارش اگه این هست چه میشه، و اگر بهار عقبی این هست پس فکری به حال زمستان کنید. بفرمایید. دنیای امروز آقای چارلنگی به هر حال تابع یک نظمی است. نگهدارنده های این نظم قدرت هایی هستند که امکان مداخله برایشون فراهمه. تا پیش از دهه 80 ما دنیا رو یک دنیای دو قطبی تعریف میکردیم که در رقابت با اتحاد شوروی یا بلوک شرق یا پیمان ورشو، پیمان ناتو و دولت ایالات متحده آمریکا و غرب قرار گرفته بود. خب اینها با هم گاهی مماشات میکردن، گاهی با هم رقابت میکردن، ولی نظم دنیا در اختیار اونها بود. ولی بعد از سقوط اتحاد شوروی طبیعتاً دنیا نظم نوینی پیدا کرد که ما به عنوان حاکمیت بازار و قدرت غرب از اون یاد میکنیم. رهبر این نظم تازه یا مجری اصلی اون بدون تردید آمریکاست. آمریکایی که دارای بضاعت نظامی است و تنها قدرتی است که قادر به مداخله است بدون لطمه دیدن جدی. این بضاعت رو روسیه امروز نداره. چین با حدود 10 یا 12% مجموع اعتبارات دفاعی آمریکا نه در ظرفیتی است که بتونه نقش جهانی آمریکا رو در دنیا ایفا بکنه و نه مایل به این کار هست. کشورهای اروپایی سالهاست که با این ظرفیت فاصله گرفتن، ضمن اینکه ارتشهای اونها بسیار کوچکتر از پیش شده، سیستم‌های قانونگذاری کشورهای اونها هم مانع از این کار هستند. زمانی که بحران سوریه در حال شکل گرفتن بود، پارلمان بریتانیا با تصویب قانونی دولت رو منع کرد از مداخله نظامی در امور داخلی سوریه. بنابراین فقط یک قدرت باقی است در دنیا که در یوگسلاوی مداخله میکنه، از نظر سیاسی در ایرلند مداخله میکنه، در مصر تعیین تکلیف میکنه، هواپیماهای بدون سرنشینش در افغانستان و پاکستان تروریست ها رو دنبال میکنن. اوست که ناظم نظم امروز دنیاست، اوست که حاکم امنیت انرژی بر دنیاست و از اوست که انتظار میره کجا مداخله بکنه یا کجا نظم رو برگردونه. به هر حال این مسئولیتی است که بر شانه آمریکا هست. حالا آیا مردم آمریکا با این قضیه راضی ان و از اون حمایت میکنن یا نیستن، مسئله جداگونه است. مسئله اصلی این است که تنها بضاعت ممکن برای مداخله در فعل فعالات دنیا در اختیار آمریکاست و طبیعتاً بایستی این مسئله پاسخگو باشه، وگرنه کدام توجیه وجود داره وقتی که هیچ خطر مستقیم خارجی آمریکا رو به صورت نظامی تحریک نمیکنه ولی آمریکا نزدیک به 700 میلیارد دلار سالانه برای تجهیز نیروهای نظامیش هزینه میکنه. ما شما عزیزان خواهیم بود پس از مرور اوضاع عراق به عرصه داخلی ایران سفری خواهیم کرد، چه میگذره در عرصه داخلی حکومت در ایران. تا لحظات دیگر. آقای برغی، به نظر میرسه که در عرصه داخلی فارغ از اختلافات شیعه و اهل سنت در حکومت از نظر مذهبی یک پارچه ایران اختلافات رو به گسترش هست، یا دست کم جلوه هایی که از این اختلافات دیده میشه، چون این تعبیر و تفسیر رو پیش میاره، اون چی که درباره آقای روحانی گفته شده در روزهای اخیر و اون چی که آقای روحانی درباره مخالفینش در حکومت گفته، شما چطور میبینین مسئله؟ به طور قطع این نکته که میفرمایید کاملا درسته و باز هم اتفاقا نکته ایران به نوعی میتونه به نوع به
شکل همین جنگ شوسنی در منطقه ارتباط پیدا کنه. یعنی دعوا سر قدرت ظاهرش ایدئولوژیکه، یه مرتبه آقای مصباح یزدی یه مرتبه طرفدار شدید ولایت فقیه میشه و کل مفهوم ولایت فقیه رو عوض میکنه و میگه که اصلا ما دیگه ولایت فقیه رو نباید انتخاب کنیم، بلکه فقط مثل بودایی ها یا مثل عرفا بریم پیداش کنیم، باقیش ازش اطاعت بکنیم. این وسیله میکنه این رو برای اون قضیه. الان درون ایران دو تا جناح در ستیز هستن، جناحی که میخواد متجدد بشه، مدرن بشه، این هم به زلفی و غیر زلفی ربط نداره، حمام و غیر حمامه ارتباط نداره، مذهب و غیر مذهب ارتباط نداره. این بخشی که میخوان که به دنیای روز بپیوندن، آگاهتر بشن و روشنتر به یه زندگی سالم درستی رو با آزادمنش رو داشته باشن، یک بخشی که فسیل عقب مانده است میترسه که اگر پنجره رو باز بکنه تمام هستی اون از بین میره. این دوتا در ستیز هستن با هم دیگه. بنابراین یکی میگه ایران برای همه ایرانیان، اون یکی میگه که فقط شیعه مرتضی علی جان خطه، حتی سنیان هم نداره نماز خوندن، ولی اینا الان ابزاره. من کاملا با شما موافقم، همه ما میدونیم در ایران دو خط با هم 30 ساله در درگیری هستن، 30 چند ساله در درگیری هستن. رو به رشد ما به سوی اینیست که جامعه ایست که میخواد مدرن بشه، بخش سنتیش که نمیخواد تغییر بکنه مانع اینه، هر روز یه بهانه درست میکنه و الان تجلی این دعوا تجلی شده بین آقای دولت آقای روحانی و اون بخش که آقای یزدی و مصباح و غرزارکو و دفتر آقا پشت قضیه هستش. این ستیز هر روز هم داره تندتر میشه، برای اینکه چی منابع اقتصادی رو سیاسی رو و قدرتی رو داشته باشه. آقای واقعی فقط یه توضیح کوتاه بفرمایید، ببینید چطور ربطی نداره. یعنی شما میگید که اینی که این از فسیل بودن میخواد مدرن بشه ولی ربطی به عمامه اونها نداره. شما در عمامه شما میبینید در همین عمامه آقای از اون زمان طالقانی رو داشتید، الان آقای خاتمی رو داشتید. آقای طالقانی هم ایراداتی برش وارد است، من حرف من اون نیست، حرف من یه چیز دیگه است. یعنی اونی که اگر قدیم هست یا فسیل هست از چی میخواد فاصله بگیره مدرن بشه؟ من یه مثال براتون بزنم، من اینو میفهمم. مثلا کسی که تا پریروز فرض بفرمایید در ایران جزء بازجوها بوده، بعد مثلا در خیابونها با پیشانی دختران پونس فرو میکرده بر اساس اعتقادات مذهبیش، امروز آمده در خارج از کشور مثلا از جاهای بهتری در آورده، از هابرماس صحبت میکنه یا چیزهای دیگه، یا فیلمسازی که تا پریروز فهرست منتشر میکرد که این هنرمندان باید اعدام بشن به خاطر اعتقادات مذهبیش، میگفت حتی من در خیابونهایی که میرفتم گوشام میگرفتم موسیقی نشنوم، حرام است. الان آمده و در خارج از ایران فیلم درباره اماکن مقدسه یا اشخاص مقدس بهایی میسازه. خب یه تحوله. خب در طول تاریخ هم ما ایرانی ها خیلی گفتیم مغول رو فرهنگ ایرانی از این ور به اون ور کرده، اینا هم همینطور شاید، ولی منظور من این هست از این سبقه ای بالاخره. اون سبقه چی هست؟ غیر مذهبی است؟ مسئله ای که من متوجه هستم شما خیلی خوب خودتون توضیح رو در این زمینه دادید که اینهایی که بودن، این شواهدی که آوردید، اینا معمم نبودن، بعد خب فهمیدید مذهبی هست. من بازم میرم ورای او، مذهب یه ایدئولوژیه، هر ایدئولوژی تنگ نظره، ایدئولوژی های تنگ نظر میخوان که خودشون رو بر دیگران تحمیل کنن. این ایدئولوژی دینی باشه همین کار میکنه، ایدئولوژی غیر دینی هم همین کار میکنه، مگر ایدئولوژی چپ همین کار رو نمیخواست بکنه. بنابراین من باز دوباره میخوام همیشه یه پا بریم عقبتر تا ریشیابی کنیم. ریشیابی ایدئولوژی است، به همین دلیل باید به این نتیجه برسیم که هر ایدئولوژی از جمله مذهب باید از حکومت بره جلو. مهم نیست که مذهب باشه، مهم ایدئولوژیه، یک اندیشه ثابته، این کار رو خواهد کرد و این صدمه رو خواهد زد. خب ما الان چون داریم در
به طور قطع الان که میفهمون در مورد ایران، الان قطعاً و 100% باید مذهب از حکومت و یا دولت، خصوصا مردم حکومت کل نظام بگیرن که میشه قانونسی، باید جدا باشه. و جالبش اینه که این هم انصاف بدیم که اتفاقا اولین داد این قضیه رو خود مذهبیون زدند، قبل از دیگران خود مذهبیون فریاد زدند. ما در اینجا درباره یک حکومت مشخص، حکومت دینی ایران صحبت میکنیم و اختلافاتی که در دو جناح پدید اومده، تشکیل دهنده دو جناح عمده ظاهره. آقای طغی‌زاده عزیز، آیا اونطور که آقای برقی اشاره کرد این اختلافات ناشی از اینه یک جناح میخواد به سوی دنیای مدرن بره، جناح دیگه خیر همچنان در سنگر خودش ایستاده و لنگری که انداخته و خواستار نیست، یا نه اختلافات ریشه در جاهای دیگه داره، مثلا در یه جاهای خیلی کوچیکی با ارقام سر و کار داره، حسابهای بانکی و اقتصادی؟ پیش از انقلاب آقای چالنگی اگر به خاطر داشته باشید، وقتی حزب رستاخیز تشکیل شد دو شاخه متفاوت داشت که هر دو شاخه به تمامیت حاکمیت سیاسی وقت اعتقاد داشتند، ولی دو گروه در دو جناح مختلف جمع شده بودند و ظاهراً پرچم‌های متفاوتی رو بالا گرفته بودند. این وضعیت امروز در درون حکومت جمهوری اسلامی با شدت بسیار زیادتری وجود داره. همه اینها به ایدئولوژی اسلامی حکومت اعتقاد دارن، همه اینها به حاکمیت یک دیکتاتور به اسم آقای علی خامنه‌ای اعتقاد دارن، همه به ماهیت حکومت امروز اعتقاد دارن. اون چیزی که در جمهوری اسلامی امروز وجود نداره، اون چیزی است که ما به عنوان مدرنیته ازش یاد میکنیم یا تجدد خواهی. همه این حاکمیت با تجدد خواهی در کل مخالفه. چیزی که تا چند سال پیش به عنوان لیبرالیزم باهاش مقابله میکردن به عنوان آزادی خواهی، این حکومت نه آزادی خواهی رو میپسنده و نه موافق تجدده. فقط گروههایی از این حاکمیت در دو خط متفاوت خودشون رو متمرکز کردن و یکی علم ظاهرا اصلاح طلبی رو بالا میگیره و دیگری اصولگرایی رو، در حالی که اصلاح طلبی واقعا در جمهوری اسلامی وجود نداره. اصلاحات زمانی شکل میگیره که گام به گام تغییرات رو ایجاد بکنه، گام به گام جلو بره تا در این پیشرفت تغییر وضعیت رو ما حاکم باشیم. این اصلاحات رو ما در دوران فروپاشی اتحاد شوروی در یک سال آخر اون دولت، زمانی که آقای گورباچف آمده، میبینیم که به تغییر این وضعیت منجر میشه. نه اینکه دلبر جانان من برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان من، 8 سال به عنوان اصلاح طلبی مملکت رو نابود میکنن و 8 سال بعد به عنوان اصولگرایی، و این دوباره با آمدن دولت آقای روحانی تکرار میشه، در حالی که ساختار در شکل کنونیش، ساختار سیاسی حکومت اسلامی در شکل کنونیش حفظ شده و همون غارت، همون چپاول، همون نابودی، همون انهدام اقتصاد و کشاورزی و صنعت مملکت ادامه پیدا کرده. اصلاحاتی وجود نداشته باشه که وجود نداشته که ما ببینیم پیشرفتی حاصل شده. امروز نظارت استصوابی رو رها کردن، فردا اجازه انتخابات آزاد در سطح مثلا ده و روستا و شهر دادن و پس فردا گفتن که گروه‌های مخالف هم آماده یا آزاد به شرکت در انتخابات هستند و آقای ولی فقیه هم مسئولیت پذیر میشه. نه کدومی که از این اتفاقات در 34 سال اخیر افتاده، و پرسش اصلی این است که آقای خمینی واقعا به کدومی که از این گروه ها وابسته بود؟ آیا اصلاح طلب بود؟ عملگرا بود؟ اصولگرا بود؟ نه، او نشانه و نماد حاکمیتی بود که تا امروز واقعا تغییر جدی نکرده. و این اختلافات تا چند اندازه تاثیرگذار هست بر سیاست خارجی ایران، به خصوص در ارتباط با مسئله اتمی جمهوری اسلامی؟ آقای برقی عزیز، عزیز عزیزم، که من بخشی که با آقای طغی‌زاده مشترک هستم اینی که مسلماً جناح‌های درون یک نظام اپوزیسیون و پوزیسیون نیستن، طبیعتاً در داخل اون مجموعه دارن بازی میکنن، حالا چقدر باور داشتن نداشته باشن این هست. ولی من جامعونم که عرض کردم، دو جناح رو عرض کردم، جامعه دو شقه است و این دو شقه خودش رو به نوعی در حکومت هم نشون داده میشه. یعنی وقتی که میان رأی به آقای روحانی به این عظمت میدن، نه اینکه آقای روحانی رو بیشتر رأی میدن،
دارن به این بخش مدرن شدن جامعه رأی میدن که الان فکر میکنه از طریق ایشون ممکنه. ایشون رهبر این حرکت نیست، بلکه این حرکت وجود داره، این حرکت اون رو سمبول میکنه و این اتفاق میفته. ما به نوعی هم حتی زمان با زمان شاه نمیشه مقایسه کرد، اون باید یک پارچه بود، ولی تو همونجا می اختلاف بین فرح و علم وجود داشت. و اما در سیاست خارجی جهتی که جامعه ما داره حرکت میکنه، جهتی است که میخواد جامعه، دارم تکرار میکنم، جامعه ما میخواد حرکت بکنه، به سوی مدرن شدن حرکت داره میکنه. بخشی از این حکومت این رو میفهمه و خودش رو با این مجموعه هماهنگ میکنه. مدوله با دنیا رابطه برقرار کردن، نه ستیدگر با جان دنیا بودن. اون بخشی که نمیخواد تغییر بکنه نماینده های خودشو داره که اون نماینده ها نمیخوان این اتفاق بیفته. بله، و این در تحتیش در سیاست خارجی هم همین باید. چرا؟ چون این هست رو آقای طرزاده میگن. و اینکه حالا اساسا میشه آقای طرزاده مقایسه کرد اختلافات دو جناح حکومت رو به اختلافاتی که در دو جناح در حکومت‌های دیگه ممکنه وجود داشته باشه همینجا، یا مثلا اونطور که آقای برقی اشاره کردن بین چهبانو ملکه سابق ایران و وزیر دربار وقت اسدالله علم وجود داشت، همون اختلافاتی است که الان دامنه و اثرش حداقل همسو هم وزن همین اختلافاتی است که الان بین دو جناح حکومت هست در ایران. ما باید آقای چارلنگی جمهوری اسلامی رو به عنوان یک مدل منحصر به فرد با خودش مقایسه بکنیم. یکی از مشکلات اصلی این حاکمیت نداشتن یک هویت شناخته شده است. واقعا از این درد رنج میبره جمهوری اسلامی، برای اینکه بین دیکتاتوری و حکومت انتخابی گاهی خودش هم دچار ابهام میشه، در حالی که همه نهادهای ظاهری یک حکومت انتخابی رو داره، ولی هیچ کدوم از این نهادها به صورت متعارفی عمل نمی کنن. در نتیجه جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری است که به خودش لعاب حکومت آزاد زده. فقط یک حکومت آزاده که میتونه جناهای رقیب رو هم با هم داشته باشه و گروه های مخالف و رقیب با هم دیگه مقابله بکنن و بتونن رأی مردم رو جلب بکنن، در حالی که در جمهوری اسلامی چنین چیزی وجود نداره. در حقیقت دولت پیاده نظام حاکمیته، خرد سربازهای حاکمیته. خب این دولت ممکن است که در تقابل با یک گروه مسلح‌تر و قدرتمندتر دیگه که در کنار سپاه نشستن، جناحی رو به ظاهر متفاوت با جناح دولت نشون بدن، در حالی که همین دولت هم ممکن است گاهی در تصرف اصولگرایان باشه، چنان که در پیش ما شاهد بودیم این اتفاق افتاده. بنابراین نمیشه اصلا رقابت این دو گروه رو با وجود اینکه حقیقت داره وجود داره رقابتی دید در جهت دو خط مشی کاملا متفاوت. این خط مشی ها در عمل و رفتار گاهی یا انتخاب تکنیک با هم تفاوت دارن، ولی در اصل اون چی که پیگیری میکنن هر دو جناح مصالح رژیمه. اون چی که عمل میکنن گرفتن دستور از حاکمیته. ما شاهدیم آقای روحانی حالا دولت رو در گفتگوی با آمریکا قرار داده، وقتی که پرده ها بالا میره میبینیم این گفتگوها دو سال و نیمی که محرمانه ادامه داشته. یعنی این حاکمیت هم در دولت آقای احمدی نژاد که عملا اصولگرا بود و مخالف دولتی که امروز خودش رو عملگرا معرفی میکنه، و هم در دوره آقای روحانی ادامه پیدا کرده. تفاوت این است که آقای جلیلی که در دوره گذشته مذاکره میکرد زبان انگلیسی بلد نبود و تتپته میکرد و بایستی با مترجم میرفت، حالا آدمی رو گذاشتن که تحصیل کرده ی آمریکاست، دیگه مترجم نمیخواد در گفتگو، وگرنه همون حرفا رو میشنوه، همون حرفا رو تکرار میکنه، و اگر حالا امتیاز بیشتری میده و آمادگی بیشتری برای مذاکره داره، نه به علت تغییر سیاست هاست، به علت بیچادری بی بی است. یعنی نیازمندتر شده، درآمد دوره آقای احمدی نژاد برای دولت دیگه وجود نداره، حاکمیت خودش روی خط سقوط میبینه و در مزان بالا گرفتن انتظاراتی که جامعه از اون داره. اگر که همین دولت آقای روحانی سه سال پیش بر سر کار بود، همون رفتاری رو با غرب میکرد که احمدی نژاد کرد، یعنی مقاومت میکرد، تن به سازش نمیداد و خواسته های غرب رو نمیپذیرید. سپاسگزار هستیم آقای طغی‌زاده و سپاسگزار هستیم آقای برقعی عزیز. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر.